درود بر شما بیننده و شنونده مهمترین اخبار حقوق بشری کردستان ایران هستید. با من آیدا خاتونی از استودیو آژانس خبری مکریان در مهابات. سرخط خبرها: جان باختن یک کارگر کرد بر اثر حادثه کار در همدان، خودکشی یک شهروند در پیرانشهر، فوت کارگری ساختمانی در ارومیه بر اثر سقوط از ارتفاع، کشته شدن یک کولبر در نوسود، مددکاری در بیمارستان به جای زندان، حکم جایگزین برای یک متهم در ارومیه و آزادی مینا سلطانی مادر شهریار محمدی از جانباختگان سال 1401. یک کارگر ساختمانی کرد در حین انجام کار در شهر همدان دچار حادثه سقوط شد و جان خود را از دست داد. به گزارش خبرگزاری مکریان، روز پنجشنبه 5 مهر ماه سال 1403 یک کارگر ساختمانی با هویت عمر ابراهیمی و اهل روستای بیساران از توابع سرباباد در حین انجام کار در محل کار خود در شهر همدان به دلیل نبود ایمنی محیط کار دچار سانحه سقوط از ارتفاع شد و جان خود را از دست داد. یک شهروند اهل پیرانشهر با اقدام به خودکشی به زندگیش پایان داد. بر اساس گزارش رسیده به آژانس خبری مکریان، یک شنبه شب 8 مهر ماه سال 1403 یک شهروند اهل پیرانشهر به نام شورش قاسمی خود را حلق‌آویز کرد و به زندگی خود پایان داد. تا لحظه تنظیم خبر از دلیل خودکشی این شهروند اطلاعی در دسترس نیست. روز جمعه 6 مهر ماه جوانی با هویت امیر خلیلی اهل روستای سیدان سومای برادوس حین انجام کار ساختمانی از ارتفاع سقوط کرد و جان خود را از دست داد. رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت مقارن ساعت 15:30 روز جمعه یک مورد سقوط از ارتفاع در یک ساختمان در حال احداث در خیابان فارابی ارومیه به مرکز پیام گزارش شد. فرزین رضازاده افزود پس از حضور کارشناسان اورژانس بر بالین وی مشخص شد این کارگر 31 ساله متاسفانه به دلیل شدت آسیب وارده جان خود را از دست داده است. وی افزود جسد این جوان 31 ساله برای سیر مراحل قانونی تحویل عوامل انتظامی حاضر در صحنه گردید. طارق نظری کولبر اهل ثلاث باباجانی با تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح در نوار مرزی نوسود جانش را از دست داد. به گزارش مکریان، شامگاه چهارشنبه 11 مهر ماه سال 1403 نیروهای مسلح در نوار مرزی نوسود با سلاح جنگی به سوی گروهی از کولبران آتش گشودند که در نتیجه آن یک کولبر کشته شد. هویت این کولبر طارق نظری، فرزند حاتم و اهل ثلاث باباجانی میباشد. طارق نظری متأهل و دارای 3 فرزند و ساکن شهرستان جوانرود بود. لازم به ذکر است که نام برده پس از انتقال به بیمارستان قدس پاوه بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از استاد. یک متهم در ارومیه به ارائه خدمات به واحد مددکاری یک بیمارستان و کمک به بیماران صعب العلاج به عنوان جایگزین مجازات حبس محکوم شد. رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت در ادامه روند صدور مجازات‌های جایگزین حبس در آذربایجان غربی، ناصر عباسی دادرس شعبه 119 دادگاه کیفری 2 ارومیه متهم یک پرونده را به ارائه خدمات عمومی به واحد مددکاری بیمارستان امام خمینی ارومیه محکوم کرد. ناصر عتباطی در ادامه افزود این حکم شامل تأمین مایحتاج بیماران بی بضاعت بستری شده در بیمارستان و تأمین مایحتاج ضروری بیماران صعب العلاج تحت نظارت این بیمارستان میباشد. گفتنیست با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در فصل 9 آن به مجازات های جایگزین اشاره شده است. بر اساس این قانون قضات می توانند با توجه به شرایط متهم و داشتن برخی شروط از مجازات های جایگزین حبس استفاده کنند. مینا سلطانی مادر شهریار محمدی از جانباختگان سال 1401 در بوکان با تودیع وثیقه آزاد شد. به گزارش خبرگزاری مکریان، روز سه‌شنبه 10 مهر ماه سال 1403 مینا سلطانی آزاد شد. میلاد محمدی فرزند وی با انتشار مطلبی اعلام کرد که خانم سلطانی به صورت موقت و با تودیع وثیقه آزاد شده است. تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحی این شهروند اطلاعی حاصل نشده است. مینا سلطانی در تاریخ 6 شهریور ماه امسال در بوکان بازداشت شده بود. از همراهی و صبوریتان سپاسگزاریم.